بر اساس فرمان رهبر امارت اسلامی، یک کمیته سرمایه گذاری میان وزارت ها زیر چتر معاونت اقتصادی ایجاد شده است. معاونت اقتصادی ریاست وزیران میگوید این کمیته به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی ایجاد شده تا از بروکراسی در اداره های دولتی جلوگیری شود. در این حال مسئولان معاونت اقتصادی رئیس وزیران همچنان تاکید دارند که امارت اسلامی در دو سال پسین در بخش اقتصادی تلاش های کرده و دستاوردهای خوبی نیز داشته است. صفی ناصری جزئیات می دهد. ایجاد کمیته میان وزارتی از سوی رهبر امارت اسلامی. بر اساس فرمان رهبر امارت اسلامی، یک کمیته سرمایه گذاری میان وزارت ها زیر چتر معاونت اقتصادی ایجاد شده است. معاونیت اقتصادی ریاست وزیران می گوید که این کمیته در نشست به هدف ایجاد سهولت های لازم برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی زیر چتر معاونیت اقتصادی ایجاد شده تا از بروکراسی در اداره های دولتی جلوگیری شود. به اساس فرمان رهبر امارت اسلامی، یک کمیته میان وزارت ها به هدف فراهم کردن سهولت های لازم برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی زیر چتر معاونیت اقتصادی ایجاد گردید. هدف این کمیته طی مراحل طرحهای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به محوریت واحد، ایجاد شفافیت و سرعت در روند سرمایه‌گذاری و هماهنگی مؤثر میان سرمایه‌گذاران و وزارتخانه‌های مربوطه می باشد. در همین حال مسئولان معاونیت اقتصادی تاکید دارند که امارت اسلامی در دو سال پسین در بخش اقتصادی تلاش کرده و نتایج خوبی نیز به دست آورده است. سرمایه گذاری مستقیم داخلی و خارجی باعث ایجاد مشاغل جدید و همچنان افزایش بهره‌وری و روابط خوب بین کسب و کارها و همچنان کشور افغانستان در سطح جهان میشه و نقش مهمی در قسمت رشد و توسعه اقتصادی داره. آنان همچنان میگویند که در حال حاضر در افغانستان فرصت‌های خوب در زمینه سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی وجود دارد. به خاطر جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی کمیته ایجاد شده و طی دو سال گذشته وضعیت اقتصادی را خوب گفتند، واقعا که کارهای اقتصادی صورت گرفته، اما این کارهای اقتصادی کافی نیست، باید کارهای زیاد صورت بگیره در داخل افغانستان. عواید سرانه باید بالا بره، جلای فرار جوانان باید در افغانستان گرفته شود و همچنان زمینه کار برای جوانان مساعد شود تا جوانان در داخل کشور مصروف زندگی خود شود. در وقت ما میتونیم بگیم که کارهای اقتصادی صورت گرفته. با این همه در پایان نشست ایجاد این کمیته فیصله شد تا تمامی وزارت‌های مربوط این کمیته پیرامون غنی کردن هرچی بیشتر این کار نظریات خود را در ظرف 3 روز به شکل کتبی با دارالانشای کمیته این مذکور شریک کرده تا یک کارشیوه جامع ترتیب و جهت منظوری به کمیسیون اقتصادی ارائه شود.